Hello everybody and welcome back. English with me. And in this session, we're going to go to talk about gone and been. خیلی خوش اومدید به جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی. من حامد ابوطالبی هستم و توی این جلسه قرار بریم با هم دیگه gone که حالت سوم go هستش و been که حالت سوم be هستش رو با هم کار کنیم. مثلا تفاوتشون چیه؟ چجوری استفاده میشن؟ کجاها میان؟ همین اول کاری بهت بگم gone و been هر دوتاشون معنیشون یکیه، یعنی یه معنی یکسان دارن. هر دوتاشون معنیشون میشه رفتن به. خب هم gone و هم been معنیش میشه رفتن به. وقتی بخوایم راجع به این صحبت کنیم یا با جایی رفتیم، موندیم اونجا یا برگشتیم، از gone و been استفاده میکنیم. این دوتا مثال منو ببین. She has gone to Florida. She has gone to Florida. She has been to Florida. She has been to Florida. خب این دوتا، اولین مثالمو ببین. She has gone to Florida. وقتی من بگم She has gone to Florida یعنی اون خانومه شی آوردم دیگه، رفته به فلوریدا و مونده اونجا، دیگه بر نگشته. ولی موقعی که بگم She has been to Florida، اون خانومه رفته به فلوریدا و برگشته، نمونده اونجا، رفته مثلا مسافرت، به عنوان توریست رفته اونجا. خب پس موقعی که من gone بیارم یعنی رفته و بر نگشتم، یا اون شخص یا خودم یا هر کس دیگه رفته و بر نگشته. ولی موقعی که been بیارم یعنی رفته و برگشته. خب She has gone to Florida، رفته به فلوریدا. She has been to Florida، رفته به فلوریدا. ولی gone بیارم یعنی مونده اونجا، been بیارم یعنی برگشته. خب یا مثال دومو ببین. علی has been to Germany. علی جرمنی رفته و برگشته، دیگه نمونده اونجا. علی has been to Germany. علی آلمان رفته ولی برگشته، نرفته که بمونه. ولی موقعی که بگم علی has gone to Germany، علی رفته آلمان و مونده اونجا، داره اونجا زندگی میکنه، دیگه بر نگشته. مثلا من میگم Where is Sarah؟ Where is Sarah؟ سارا کجاست؟ میگه She has gone to United States. She has gone to United States. رفته به آمریکا، داره اونجا زندگی میکنه، دیگه بر نگشته. She has gone to United States. رفته به آمریکا، دیگه بر نگشته. پس من موقعی که از gone استفاده کنم یعنی رفته و بر نگشته، مونده اونجا. ولی موقعی که از been استفاده کنم چی؟ رفته اونجا و برگشته. مثلا من میگم علی has been to supermarket. علی رفته به سوپرمارکت. علی has been to supermarket. نرفته که بمونه. مثلا وقتی بگم علی has been has gone to supermarket، رفته که بمونه سوپرمارکت؟ نه. من میگم where is علی؟ علی کجاست؟ میگه علی has been to supermarket. علی رفته به سوپرمارکت. رفته یه چیزایی بخره، برمیگرده. خب نمیخواد اونجا بمونه که. خب ولی gone وقتی بگم یعنی رفته و بمونه اونجا. مثلا من میگم where is Sarah؟ سارا کجاست؟ she has gone to LA، رفته لس آنجلس، اونجا میخواد بمونه، میخواد زندگی کنه. حالا یه کاربرد دیگه been داره. وقتی ما بخوایم از این طرف بپرسیم که تا حالا جایی بوده، از gone دیگه استفاده نمیکنیم، باید از been استفاده کنیم. مثلا مثال اولمو ببین. Have you ever been to LA؟ تا حالا لس آنجلس بودی؟ رفتی تا حالا؟ Have you ever been to LA؟ تا حالا لس آنجلس رفتی؟ رفتی اونجا بمونی و برگردی به عنوان مسافر، مسافرت رفتی؟ یا مثلا Have you ever been to gym؟ آیا تا حالا باشگاه رفتی؟ Have you ever been to gym؟ تا حالا باشگاه رفتی؟ میبینی از been استفاده کردم، چون نمیخواد بره باشگاه بمونه، که بر میگرده. Have you ever been to United States؟ تا حالا آمریکا رفتی؟ یا Have you ever been to تهران؟ آیا تا حالا تهران بودی؟ تهران اومدی؟ خب یا تهران رفتی؟ خب پس gone و been دقیقا کاربردشون و معنیشون یکیه، ولی structure is different. structure هاش کاملا فرق میکنه. میبینی موقعی که gone بیارم یعنی رفته و بر نگشته، مونده اونجا، ولی موقعی که been بیارم میخواد برگرده یا برگشته. یه کاربرد خیلی خوبی هم داره که این Have you ever been to، حالا بقیه ماجرا
خیلی جمله و سوال معروفیه. میگه Have you ever been to؟ ما بقیه جمله رو خودت میگی. Have you ever been to مثلا مشهد؟ Have you ever been to مشهد؟ آیا تا حالا مشهد بودی؟ یا Have you ever been to کانادا؟ آیا تا حالا کانادا بودی؟ تا حالا کانادا رفتی؟ خب gone و been دقیقا کاربردش همینه. امیدوارم که یاد گرفته باشید. اگه یاد نگرفتی این ویدیو رو از اول نگاه کن، چون به شدت توی مکالمه مهم هستش. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادت نره. اگه دوست داشتی ما رو به دوستات هم معرفی کن. خیلی ممنونم.